به حال ده‌ها تلسکوپ توسط بشر ساخته شده و برای مأموریت‌های مختلف به فضا پرتاب شده. اولی اونها هابل بود که همه می‌شناسن. آخرین اونها هم جیمز وب که ساخته شده و قرار امسال پرتاب بشه که ویدیوش هم تو آنتن وجود داره. اما در بین این تلسکوپ ها یک تلسکوپ ساخته شده بود که مأموریتش فقط یک کار بود و اون این بود که راه شیری رو قشنگ نگاه کنه که سیاراتی قابل سکونت مثل زمین پیدا کنه. کپلر تا اونجا که عمرش قد میداد صدها هزار ستاره رو بررسی کرد و هزاران سیاره اطراف اونها رو مورد پژوهش قرار داد. کپلر در سال 2009 به فضا پرتاب شد و از همون روز اول شروع کرد به اسکن کردن راه شیری. وقتی که کپلر رو به فضا پرتاب کردن، بزرگترین آینه هایی که انسان با تلسکوپ به فضا فرستاده مربوط به کپلر بود که همین آینه ها در جیمز وب به چندین برابر افزایش پیدا کرده. دوربین این تلسکوپ در زمان خودش دیوانه کننده بوده که 96 مگاپیکسل داشته. این تلسکوپ در طول عمرش 530536 ستاره رو بررسی کرد و در اطراف همون ستاره ها موفق شد که 2662 سیاره رو مورد تجسس قرار بده. سیاراتی که کپلر نگاه کرد بیشترشون از کره زمین بسیار بزرگتر بودن و فاصله شون با ستاره شون خیلی کم بوده و سرعت گردش اونها به دور ستاره شون بسیار سریع بوده. یعنی اگر زمین ما یک سال طول میکشه دور خورشید بچرخه، اونها در عرض چند روز دور ستاره شون میچرخیدن. اون سیاراتی پیدا می کرد که دور دو تا ستاره می چرخید. یعنی اگر می تونستی روی اونها بیستی یه همچین صحنه ای می دیدی. ولی موفقیت چشمگیر کپلر این بود که سیاراتی در گودیلاکسون یا کمربند حیات پیدا کرد که تقریبا اندازه زمین بودن. قبلا گفتیم که گودیلاکسون یا کمربند حیات جایی که آب به صورت مایع است. یه دونه از اون سیاراتی که کپلر پیدا کرد و ستاره شناسان رو زغزده کرد K2-18b. تحقیقات اولیه نشون میده روی این سیاره آب مایع وجود داره، یعنی یه چیزی مثل زمین. اما مشکلش اینه که یه مقداری از ما دوره. فاصله K2-18b با زمین 124 سال نوریه. ستاره این سیاره مثل خورشید نیست، اون یک کوتوله سرخه که این نوع کوتوله رو قبلاً ویدیوشو تو آنتن ساختیم. از تمام سیاراتی که کپلر کشف کرده، شانس وجود آب روی این یکی از همه بالاتره. این سیاره توسط کپلر در سال 2015 کشف شده، اما بعد از بازنشستگی کپلر، تلسکوپ‌های دیگه روشونو برگردوندن طرف اون که قشنگ ببیننش. حالا یکی نیست بگه این کپلر 124 سال نوری اونورتر رو داشت چجوری میدی؟ اون ستاره ها رو نگاه میکرد و چشمش رو میدوخت به اونا. اون وای میساد تا نور یکی از این ستاره ها کم بشه. وقتی کم میشد این متوجه میشد که یه سیاره از جلوی ستاره داره رد میشه و زوم میکرد رو اون سیاره. خیلی هم میپرسن چجوری دانشمندان اینا رو محاسبه میکنن؟ چجوری میفهمن که این سیاره چقدر اندازشه، چقدر از ستارهش دوره و یا از چی تشکیل شده؟ تمام این اندازه‌گیری ها با کم و زیاد شدن نور اون ستاره پیدا میشه. اگر یک تلسکوپ از فاصله های دور زمین ما رو نگاه کنه و زمین ما از جلوی خورشید رد بشه، نور خورشید 8000% کمتر میشه. این خیلی کمه و به راحتی نمیشه تشخیص داد، اما دوربین کپلر به قدری دقیق ساخته شده بود که همه اینها رو میتونست تشخیص بده. ناسا در سال 2014 اعلام کرد که کپلر یک سیاره دیگه پیدا کرده که اونم مثل زمینه، کپلر 186F.
جالبه که بدونید کپلر اینا رو پیدا میکرد و در اختیار دانشمندان میذاشت و دیگه بیشتر نمیتونست روی اونها تحقیق کنه، چون عمرش اجازه نمیداد روی هر ستاره‌ای بیسته و تحقیق کنه. اون بایست بیشترین سیارات این شکلی رو پیدا میکرد و اون رو معرفی میکرد به بقیه. کپلر 186F رو سال 2014 پیدا کرده بود، اما به تازگی دانشمندان فهمیدن که روی این سیاره فصل هم وجود داره. اونها تازگی فهمیدن که محور این سیاره مثل کره زمین کجه و به مدت طولانی همینجور کج مونده و همین کجی مثل کره زمین باعث به وجود اومدن فصل ها میشه. از بین سیاراتی که کپلر پیدا کرد فکر میکرد خیلی هاشو اشتباه پیدا کرده، اما امروز که دانشمندان تحقیق میکنن میبینن همونا هم سیاره های به درد بخوریه و روشون در حال پژوهشن. مثلا کپلر 1649C وقتی پیدا شد فکر کردن به درد نخوره، اما به تازگی فهمیدن که اون اتفاقا سیاره‌ایه که هم اندازه کره زمینه و تو گولدی لاک زون قرار داره. اینم خورشیدی مثل ما نداره، بلکه دور یک کوتوله سرخ دیگه داره میچرخه، اما اون کوتوله هم حرارت کافی رو بهش میده. دانشمندان پیش بینی میکنن که هوای این سیاره مثل کره زمینه. فقط مشکلش اینه که یه ذره دوره، 300 سال نوری. کپلر در دوران عمرش خوب فعالیت کرد. اون 2662 تا سیاره پیدا کرد، اما فقط 16 تاش تو گولدی لاک زون بودن و چند تا از این 16 تا هم به ستارهشون قفل شده بودن، که یعنی یه طرفشون داغ و اون طرفشون سرد سرد بودن. بیشتر این سیاراتی که کپلر پیدا کرد از گاز تشکیل شده بود، یعنی یه جورایی مثل نپتون ولی کوچیک‌تر. کپلر سیاراتی که تو راه شیری قابل زندگی پیدا کرد، اما این سیاراتی که به درد خورن دور کوتوله‌های سرخ دارن میچرخن و ما هنوز نمیدونیم که پرتوهای کوتوله سرخ چه اثراتی روی اون سیارات میذاره. آیا اصلا قابل زندگی هست یا نه؟ کپلر سیارات دیگه ای هم پیدا کرد که دیدنی بودن، سیاراتی مثل مشتری اما داغ داغ. یه دونه از اونا KOI-5AB. این یک سیاره است مثل مشتری، از گاز تشکیل شده، اما برعکس مشتری به ستارش خیلی نزدیکه. این دومین سیاره بود که کپلر پیدا کرد، یک سیاره بزرگ کپی مشتری که آتش میباره. اون موقع کپلر نفهمیده بود، ولی الان فهمیدن که این سیاره به دور دو تا ستاره داره میچرخه. این موضوع دانشمندان رو به شدت مشغول کرده که چطوری دو تا ستاره اینقدر به هم نزدیک شدن. کپلر سیارات بسیار دیگه ای هم پیدا کرد که همشون تو صف تحقیقات مجددن. کپلر در عمر مفیدش که 9 سال و 7 ماه و 23 روز بود کشفیات زیادی کرد که همه اونها در مراحل اولیه است و منتظر تحقیقات مفصل بعدیه. این تلسکوپ که کارش فقط جستجو کردن بود کارشو خوب انجام داد. از این به بعد موقع پیگیری این جستجوهاست. پیگیری روی این سیاره ها چجوری میخواد انجام بشه؟ با چه وسیله ای انسان میخواد به این راه‌های دور بره و تحقیق کنه؟ با این جیمز وب سپیس تلسکوپ. این تلسکوپ فوق پیشرفته است و نه تنها میخواد کشفیات کپلر رو دقیق نگاه کنه، بلکه میخواد منشأ حیات و بیگ بنگ هم نگاه کنه و ببینه اولین ستاره ها چطوری شکل گرفتن. تا به حال چندین بار پرتاب جیمز وب به تأخیر افتاده، اما آخرین خبر اینه که 7 ماه دیگه در اکتبر 2021
اگر دوباره کنسل نشه راهی فضا میشه.